همونطوره که مستحضر هستید، خدا را به نهایت سپاسگزار هستیم که بار دیگر شبکه آبرسانی صحی و بهداشتی تحت عنوان بئر الماء علی روح مرحومه خدیجه حافظ خالدی فاطمه و والدیها که بانی این کار خیر ابو جعفر هست که درود خدا بر او و بر خانواده قرآنی و اهل بیتی ایشان. من به نمایندگی از اهالی قریه دوقابات که در یک ساحه از لومان هست، قشر بسیار مستضعف و نیازمند، تشکر میکنیم از برادر عزیز مؤمن گرانقدرمان ابو جعفر که برای والدینشان صدقه جاریه را به نام خداوند نیلوفرین ستایش ز بحر او است بهترین. به نام یاد خدای بزرگ و بخشاینده و مهربان، سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز و نهایت محترم چنل یوتیوب جغرستار. امیدوار هستم دوستان عزیز هر جایی که هستین دلتون شاد، وقتتون خوش و در کانون گرم خانواده های محترمتان زندگی خوب و خوش را سپری کنید. دوستان عزیز، روز چهارشنبه مورخ 29 اسد سال 1399 که برابر بود با 19 آگست 2020 میلادی، پروژه آبرسانی صحی و معیاری در منطقه لومان قریه دوقابات ولسوالی جاغوری افتتاح شد که افتتاح این پروژه با حضور گرم و پرشور مردم محل، مسفیدان، علما، نمایندگان قریه‌جات مختلف لومان، جوانان و نوجوانان همراه بود. این پروژه که قرار است با کمک مالی مؤسسه خیریه از کشور کویت با هزینه بالغ بر 500 هزار افغانی با حفر یک حلقه چای نیمه عمیق، ساخت ذخیره‌گاه آب و نصب سولرهای آفتابی، کانال کشی در آینده نزدیک شروع شود که با تکمیل شدن این پروژه مشکلات باشندگان قریه دوقابات لومان از ناحیه آب آشامیدنی صحی مرفوع خواهد شد. لذا توجه شما خوبان را جلب میکنم به گزارش کاملتر از افتتاح این پروژه. امیدوار هستم که تا آخر با ما همراه باشید. تقدیر و سپاس میگذارم از محترم الحاج ابو جعفر که بیرالما را تحت عنوان والدین مرحومینشون منعقد کردن. خدا منشان عزتمند کنه و پدر مادرشون غریق رحمت. و ما هم عاجزانه از برادر بزرگوار و عالم فرزانه من آقای استاد عبداللهی هم میخواهیم. آقای استاد عبداللهی گوش میکنیم که انشاءالله و تعالی از این که قریه چنبر زاید هم حقیقتاً شدیدن نیازمند به آب. پروژه سیوم را انشاءالله و تعالی یه بزرگوار با جاهای صداقت آقای استاد محمدی در ارتباط شوند با مؤسسین محترم و خیرین محترمشون. انشاءالله می پروژه سیوم را در قریه چنبر زاید لومان با وجود بیای انشاءالله بر محمد و آله بلند صلوات و سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. من به نمایندگی از قریه دوقابات که در یک ساحه از لومان ولایت غزنی ولسوالی جاغوری در افغانستان مظلوم قرار دارد، از ابو جعفر که بانی خیر این بئر الماء شده اند و برای روح مرحومه خدیجه حافظ خالدی فاطمه و والدیش عزیزان لطف کنند فاتحه و سوره قل هو الله احد و سوره توحید را با ذکر صلوات قرائت بفرمایند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. یکی از شاگردای عزیز هم یک تقدیر تشکری را آماده نمودند که اینمی آخرین برنامه ما هست و بعد انشاءالله به دنبال قیچی و نواری به اصطلاح این پروژه را قیچی میکنیم بریم انشاءالله و رحمان تا او زمان را بازم برای شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای کربلا و اموات همه مؤمنین و مؤمنات، مخصوصا مرحومه خدیجه حافظ خالدی و فاطمه
و والدیش صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب مرتضی عبداللهی به نمایندگی از اهالی قریه دوغاباد واقع در ولایت غزنی ولسوالی جاغوری منطقه لومان از محترم ابو جعفر یک جهان تقدیر و تشکر داریم که برای ما شبکه آبرسانی را منظور و هزینه حفر چاه را ارسال نموده است و از جناب الحاج محمدی تقدیر و تشکر داریم که در این زمینه با ما همکاری شایسته نموده. خداوند متعال به همه خیرین و عزیزان خیر دنیا و آخرت مرحمت فرماید. برای شادی روح طیبه شهدا و اموات مؤمنین و مخصوصا اموات بانی ابو جعفر و برای شادی روح مؤمنه مرحومه خدیجه حافظ خالدی فاطمه و والدیها الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دیگه قسمتی از برنامه شروع میکنیم، برنامه کلنگزنی را. از خدای متعال میخواهیم که توفیق خدمت برای همه ما عنایت بفرماید و از آقای حاج محمدی عزیز خواهش میکنیم که آقای استاد مصباح پروژه بعدی را درخواست کردند در منطقه چنبرزاید و منطقه ملابستی میانه که اونها هم شدیداً مثل ما مشکل آب آشامیدنی دارند، که خداوند انشاءالله بر توفیقات تک تک شما بیفزاید. بازم صلوات دیگر بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اوفور و همچنین استاد گرامی عزیز، الله تعالی فی قرآن کریم و جعلنا من الماء کل شیء حی صدق الله العلی العظیم. خداوند انشاءالله که این کارها را صحیحا سالما و مو سرچشمه آب جوشان فوار برسانم بر محمد آلی صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آت رضا برمانی مستفید آقای متحری. به ترتیب یک پلنگ بزنید. از جناب آقای متحری خواهش میکنیم که بیاییم پلنگ بزنن. یک تکس از دیگه نرمه دیگه همون یک بس تشکر. بسیار احسان آقای احسانی عزیز خیلی خوب بود. جناب آقای عبدالواحد قنبری، آقای استاد حکیمی، آقای استاد افضلی با ترتیب با ما قدم از جنه کرده انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. نفر بعدی آقای استاد حکیمی یک کلنگی محکم که دبلی چارای آو انشاءالله آو فوارک نه بی خداوند. خداوند انشاءالله قدمش نکنه، همه اهالی قریه مستفید بشود. صلوات ختم بکن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب یک دنکس بگیر که ما بینم. نوبت در آقای کربلایی سه برسه. کربلایی سه بیگه اره. خب باشت یک دنه خودیم بزنم. آخرشی بسیار آخرشی محکم. خداوند انشاءالله در این پروژه همه ما موفق کند. صلوات خدم کنید. خب امو نوار بایده آقای آجیسه Я не могу, я не могу. Я не могу, я не могу.
خشه. بر محمد و آلش صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. آقای صادق احسانی، انشاءالله که آب حیات و آب خوب باشد بر محمد و اهل بیت محمد صلوات. الله سلام و آل محمد. آقای مطهری، آقای استاد حکیمی، آقای افضلی، بسم الله خداوند ان شاء الله اموات همه مؤمنین، مخصوصا اموات بانی ابو جعفر ایشان هست، همه مغفرت کنه. صلوات ختم. خب ابو شیرنی را از دان تقسیم کن، اعوذ بالله من شیطان الرجیم. با عرض سلام و ادب و احترام محضر همه بینندگان و شنوندگان محترمی که صدای ما رو میشنوند، و ابتدا تشکر میکنیم از آقای فخرالدین پسر آقای یاوری عزیز که آوازه نامش در همه جا در فضای مجازی پر است، که ایشان هم از افرادی بسیار فعال در فضای حقیقی و در فضای مجازی هست که برنامه های عام المنفع را تحت پوشش قرار میده. ما تشکری ویژه داریم. من عبداللهی هستم و از قلعه دوغابات به عنوان معلم قرآن که عزیزان شاید بشناسن. آقای استاد مصباح را داریم در این چند دقیقه. استاد بزرگوار، عرض سلام دارم خدمت شما. این پروژه که امروز افتتاح شد، یک مقداری شما معلومات بدید و مو عرضی که دارین خدمت آقای حاج محمدی و بقیه خیرین انشاءالله ارائه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما ابتداعا از خیرین بزرگواری که این پروژه های آب را در سرزمین خشک افغانستان جاهوری لومان راندازی کردن، ما سپاسگزاریم به خاطر از اینکه واقعا این حیات مادی از جامعه را تامین میکنن، و به خصوص از بیرالمای قبلا آقایی که بود آقای قلاف بیرالمایی که برادر بزرگوارم آقای قلاف راندازی کردن، تقدیر و تشکر داریم، و همچنین بیرالمایی که تحت عنوان المرحوم خدیجه حافظ خالدی فاطمه و والده ها برگزار شده، از آقای ابو جعفر کمال سپاس و قدر داریم، و همچنین از خیر بزرگوار برادر معنوی من آقای استاد محمدی عزیز که واسطه خیر در این برنامه هستند، ما عرض سلام احترام داریم. و از این بزرگواران ما خواهش میکنیم، از آقای استاد محمدی عزیزم خواهش میکنیم کمی فریاد حل من ناصری از مو مظلومین و محرومین را به گوش خیرین برسانن، و قریه به نام قریه زاید لومان است که حدودا میانه لومان متشکل از 35 الی 40 خانوار هستند، شدیدا نیاز به شبکه آبرسانی داره. ما امیدواریم که این بزرگوارا همی قدمی بعدی ان شاء الله در امو ساحه بردارن، یک پروژه بیرالما رسید در اونجا با وجود داره. ما سپاسگزار هستیم. استاد گرامی، همین طور که امروز شما شاهد حال بودین، بله، فواید و آثار این برنامه ها میتونه چی باشه؟ فواید و آثار و برکاتش خیلی زیاده، از جمله این است این مربان که انمی جمع و جماعتی که تحت پوشش شبکه است اینا سیراب میشن، امون نسل به نسل زیاد ریزه و کلان از اینا، بهداشت از اینا تامین میشه، صاحب نظافت از اینا تامین میشه، و بازم همی وقتی بهداشت جسمی بود، معنویت هم در کنارش رشد بالندگی پیدا میکنه. این خیلی آثار و برکات فراوان داره صاحب. تشکر از بزرگواری کردین. تشکر از شما. تشکر از استاد مصباح که مختصرا از ایشان استفاده کردیم چون وقت محدود است. من یک خواهشی که از خیرین داریم این است که
همونطوری که قرآن فرمود و جعلنا من الماء كل شيء حي، آب مایه حیات است، یعنی در جایی که آب نباشد حیات نیست. فلهذا جریان زندگی، جریان آب و جریان آب جریان زندگی هست. فلهذا خدا را شکر میکنم که برادر عزیز ما جناب استاد محمدی عزیز که در کویت هست، ایشان بانی خیر در ساحات افغانستان شده، در ولایت های مختلف، بامیان، مزار، جاغوری، ولایت غزنی مثلا، در جای جای دیگر، در کل در مناطق هزارجات. درود خدا بر ای و بر کسانی که در این راستا کار میکنند. و ما منتظر برمه بودیم، دی ساحر هم که انتخاب کردیم صرف به خاطر از اینکه انجینری که تجربه کاری دارن و معیارهای علمی دارن آمدن این قسمت تعیین کردن. فلهذا ما امروز یک افتتاحیه گرفتیم با توجه به این که در آستانه محرم الحرام هستیم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، که عزاداری امام حسین را به همه شما بینندگان و شنوندگان محترم عرض تسلیت داریم. انشاءالله که شعور حسینی هم داشته باشیم همونطوری که شعور حسینی داریم. بنده افتخار این را دارم که مدت زیاد میشه، حدودا 15 سال میشه که در مکاتب برنامه های قرآنی دارم و در این اخیر دو تا پروژه را به اصطلاح جلب کمک کردم که خدا را سپاسگزار هستم که انشالله این به ثمر بنشینه و به دنبالش پروژه های بعدی هم هست. ما از همه شما تقدیر تشکر میکنیم و تقدیر تشکر ویژه داریم از آقای یاوری عزیز و فخرالدین که واقعا افتخار ما هست، در این سن و سال میآیند و برنامه های فرهنگی را تحت پوشش قرار میدن و همچنین فواید و آثار این برنامه ها خیلی زیاد هست. ما به شدت دچار مشکل آب هستیم، مخصوصا در سالهای به اصطلاح خشکابی. فلهذا از آقای محمدی عزیز، از ابو جعفر که درود خدا بر او و بر خانوادش باد، و ما انشالله برنامه های قرآنی و برنامه های درسی که شروع بشه که فعلا کم کم داره قرنطین تمام میشه، ما ختم قرآن را برای اموات ابو جعفر در نظر گرفتیم و حق داره به گردن ما که ثوابش را به ارواح انبیاء الهی، اوصیای الهی، ائمه معصومین، پنج تن آل ابا، سرور و سالار شهدا حسین ابن علی و یاران وفاش و همچنین مرحومه خدیجه حافظ خالدی، فاطمه و والدهش انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. یک حقی که انشاءالله به گردن ما داره و انشاءالله که خداوند بر توفیقات شما بیفته، صد در دنیا هزار در آخرت مرحمت کند. از یک مهمانای عزیز میرن و با اونها یک مقدار بدرقه بکنیم. التماس دعا داریم، موفق باشین تا زیارت بعدی. خداحافظ.